در چهارمین برنامه از رشته برنامه‌های موانع اجتماعی گفتگو در ایران به مانع دوم می‌پردازیم، یعنی به بی‌نیازی اجتماعی از گفتگو. وقتی از بی‌نیازی اجتماعی از گفتگو صحبت می‌کنیم، ناگزیر پای موضوع نیاز هم به میون میاد. نیاز موضوعی بدیهی به نظر میاد. اغلب ما خیلی باهاش آشنا هستیم. جامعه‌های انسانی اساساً بر حول و مدار و محور نیاز شکل گرفتن، تمدن انسانی هم. تغییراتی که ما در محیط ایجاد میکنیم، وسائلی که برای این تغییرات استفاده میکنیم، قوانینی که برای زندگی مشترک وضع میکنیم، نهادهایی که تأسیس میکنیم، حتی باورداشته های ما با نیازهای ما مرتبط هستند. اما ممکنه این سوال به میون بیاد که نیاز چه ارتباطی به گفتگو داره؟ اگر نیازهای ما مشترک باشند و اگر منابعی که ما برای برطرف کردن اون نیازها داریم مشترک باشه بین کسانی که قرار اون نیازهای مشترکشون رو برطرف کنن، اون وقت ما باید بر سر چگونگی رفع نیازهامون به توافق برسیم و برای توافق کردن باید مذاکره کنیم. و اگر به خاطر داشته باشید، مذاکره یعنی شیوه گفتگویی که برای رسیدن به توافق هست، یکی از انها و شعور گفتگویی بود که ما قرار بود در موردش صحبت بکنیم. به این ترتیب می‌بینید که موضوع نیاز ممکنه با موضوع گفتگو و رسیدن به توافق مرتبط باشه. و اگر به خاطر داشته باشید، برای رسیدن به هر نوع توافقی، یعنی برای مقبول بودن و درست بودن یک مذاکره، ما نیاز به مفاهمه هم داریم. یعنی باید همدیگر رو بفهمیم، درک بکنیم و اون رو پایه‌ای بکنیم برای مذاکره و رسیدن به توافق. بنابراین نیازها به این ترتیب با موضوع گفتگو در دو شکل مفاهمه و مذاکره ارتباط پیدا می‌کنند. اما وقتی ما وارد یک جامعه میشیم، با چه شکلی از رفع نیازها روبرو هستیم؟ اگر به خاطر داشته باشید، ما از الگوی خیلی ساده استفاده می‌کردیم برای توضیح جامعه. جامعه عبارت بودن از تعدادی آدم که اینها با همدیگه ارتباط دارند و چیزهایی رو مبادله یا داد و ستد می‌کنند. از جمله چیزهایی که معمولاً داد و ستد و مبادله میشه، اون چیزهایی است که مربوط است به رفع نیازهای مشترک. وقتی این نیازها مشترک باشن و قرار باشه از منبع مشترکی هم برطرف بشند، اون وقت ما نیاز داریم که بر سر نحوه استفاده از اون منابع به تفاهم برسیم، به توافق برسیم و برای این کار نیاز به گفتگو و مذاکره داریم. در چنین حالتی جامعه یا افراد جامعه چیزهایی برای مبادله با همدیگه دارند. از جمله چیزهای مهمی که در جامعه ها مبادله میشه، چهار منبع ارزشمند و مهم هست. منابع دیگری هم هستند، اما این چهار منبع فوق‌العاده مهم هستند، چون اغلب آدم ها به دنبال این هستند که از اونها استفاده کنند برای رفع نیازهاشون. این چهار منبع عبارتند از ثروت، قدرت، منزلت و اطلاعات یا معرفت. وقتی این نیازهای مشترک انسانی قرار باشه از این منابع چهارگانه مشترک برطرف بشه، طبیعی است که در یک جامعه نیاز به توافق وجود داره. اگر در جامعه این منابع قدرت، ثروت، منزلت و معرفت پخش شده باشن در بین آحاد جامعه، بنابراین من برای رسیدن به اون منابع یا برای برطرف کردن نیازهای خودم ناگزیر هستم که با دیگران به توافق برسم و بنابراین نیاز دارم که با اونها گفتگو بکنم. در این حالت وقتی گفتگو بین اعضای جامعه صورت میگیره، مذاکره بین اعضای جامعه صورت میگیره، اهم از یک مذاکره تاریخی یا یک مذاکره واقعی و روزمره، مثلا مذاکره‌ای که بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان در مورد مثلا دستمزد اتفاق میفته، این یکی از انواع مذاکرات روزمره است که ممکن در هر جامعه رخ بده در هر سطحی. در چنین حالتی جامعه چیزهایی برای مبادله با همدیگه داره. اعضای جامعه چیزهایی رو با هم داد و ستد میکنن و بنابراین روابط اونها مستحکم میشه، چون برای رفع نیازهای مشترکشون از منابع مشترک نیاز به رسیدن به توافق یعنی همکاری دارن. و در چنین حالتی جامعه یک نوع انسجام افقی پیدا میکنه، چون آحاد جامعه رشته های ارتباطی با هم پیدا میکنن که این رشته‌های ارتباط از منافع و خواسته‌ها و علایق عینی اونها حکایت می‌کنه، یعنی چیزهایی که اونها رو به هم به صورت واقعی پیوند میده. به این ترتیب جامعه استحکام پیدا می‌کنه. این در حالتی است که منابع در جامعه توزیع و پخشه.
اما اگر با جامعه روبرو باشیم که این منابع چهارگانه معرفت و منزلت و قدرت و ثروت نه در اختیار آحاد جامعه باشه بلکه عمدتاً در اختیار حکومت یا دولت باشه، اون وقت اون شکل از روابط افقی دیگه چندان پدید نخواهد آمد. جامعه کنونی ما جامعه است که این منابع چهارگانه منزلت و معرفت و قدرت و ثروت عمدتاً در اختیار حکومت و دولته، نه تماماً اما عمدتاً. بنابراین افراد جامعه یا کل جامعه به طور کلی فقیره، چیزی برای مبادله و داد و ستد نداره، چون اصل ماجرا، اصل قدرت و ثروت و منزلت و معرفت در اختیار حکومت و دولته. از سمت استادی دانشگاه و آیت الله شدن در حوزه علمیه بگیرید تا برسه به پول نفتی که ممکنه توی صادرات و واردات یا سرمایه‌گذاری های داخلی به بار بنشینه، یا نمایندگی مجلس یا رسیدن به مناصب و مقامات دولتی. همه اینها در اختیار و کنترل دولت تا حد زیادی. البته دولت بی قید و شرط نمیتونه از این منابع استفاده بکنه، اما تا حد زیادی این منابع در اختیارش. بنابراین آحاد جامعه برای اینکه به این منابع چهارگانه اساسی دست پیدا بکنن برای رفع نیازهاشون، دیگه نیازی به گفتگو با هم دیگه ندارن، چون دیگران از این منابع بی بهره هستن. کسی که این منابع در اختیارشه دولته. بنابراین اونها نیاز دارن که با دولت وارد همکاری بشن و از دولت این منابع رو بگیرن. به این ترتیب رابطه های افقی سست میشه، چون دیگه پیوند و مبادله اون پایین برقرار نیست بین اعضا. چیز زیادی برای مبادله وجود نداره، بلکه مبادله اصلی از بالا به پایین میاد، یعنی از طریق حکومت و دولت سرازیر میشه به جامعه. در این حالت اون چی که جامعه بین خودش مبادله میکنه سرمنشأش دولت. دولتی که در این زمین ها تصمیم میگیره، قواعدش رو وضع میکنه در مورد نحوه چگونگی استفاده از این منابع و توزیعش در جامعه. بنابراین آحاد جامعه نیاز به همکاری ندارن و بنابراین نیاز به گفتگو با همدیگه برای توافق رسیدن به شیوه همکاریشون ندارن. به این ترتیب نیاز به گفتگو در سطح اجتماعی هم از بین میره. از طرف دیگه رابطه دولت و جامعه هم به یک رابطه عمودی یک سویه تبدیل میشه، چرا که منابعی که در اختیار دولته از نظر حجم و اندازه و اهمیت در حدی نیست که جامعه در اختیار داره. بنابراین یک نوع عدم توازن اساسی بین منابعی که در اختیار دولت هست و منابعی که در جامعه وجود داره برقرار هست. این عدم توازن اساسی باعث میشه که رابطه همکاری بین دولت و جامعه هم ضعیف بشه، چون دولت به این ترتیب نیازی به جامعه احساس نمی‌کنه. این مردم هستن که نیاز به دولت دارن که اون منابع رو در اختیار داره. در واقع خداوندگار منابع در اینجا دولته و دولت به این ترتیب متابعت و پیروی میطلبه، چون در سطحی نیست که بخواد با دیگران مذاکره و گفتگو کنه. قدرتش به گونه ایست از طریق کنترل این منابع چهارگانه که خواسته های خودش رو بر دوش مردم تحمیل میکنه، و چون میتونه تحمیل کنه نیازی هم به مذاکره و رسیدن به توافق نداره. بنابراین گفتگویی هم بین دولت و جامعه سر نمیگیره. برای همین هم هست که میبینید اشکال مقاومت در برابر دولت یا به شکل انقلاب و قیام ظاهر میشه یا به شکل سرکوب و پذیرش ستم، چون گفتگو قطعه، چون راهی بین این دوتا که دو حد نهایت یک وضعیت هستن وجود نداره. همینطور بین اعضای جامعه. اجازه بدید به بحث خودمون برگردیم. از این صحبت کردیم که جامعه های انسانی و تمدن انسانی بر پایه نیازها شکل گرفتن، و اگر در جامعه نیاز به چیزی وجود داشته باشه، راه‌های برطرف کردن اون هم پدید خواهد آمد. در جامعه ما هم اگر نیاز به گفتگو وجود داشته باشه، راه‌هایی برای گفتگو پیدا خواهد شد. اما آیا در جامعه ما نیاز به گفتگو وجود داره؟ من سعی کردم از طریق توضیح ساختار منابع، منابعی که برای رفع نیازها هست، توضیح بدم که چرا ما به گفتگو نیاز نداریم. از این صحبت کردیم که منابع مشترکی که برای رفع نیازهای مشترک وجود دارن، اگر بخواهن درست توضیح بشن تا نیازهای ما رو برطرف کنن، ما باید در موردشون به توافق برسیم و برای توافق باید مذاکره کنیم و مذاکره یکی از شروط گفتگو بود. اما اگر ساختار توزیع منابع در جامعه به گونه‌ای باشه که جامعه فقیر باشه و
بنابراین آحاد جامعه نیاز به گفتگوی با همدیگه ندارن و اگر این منابع عمدتا در دست دولت متمرکز باشه و دولت قدرتی قاهره داشته باشه، اون وقت دولت هم نیاز به مذاکره و بنابراین نیاز به گفتگو، یعنی برای رسیدن به توافق نداره. به این ترتیب نه گفتگو بین مردم و دولت صورت میگیره، نه گفتگو بین خود مردم. به این ترتیب میبینیم که ساختار توزیع منابع در جامعه ممکنه یکی از جاهایی باشه که نیاز به گفتگو رو در واقع خفه میکنه و اجازه نمیده که چنین نیازی پدید بیاد. و وقتی نیاز پدید نیامد، گفتگوی هم صورت نمیگیره و راه‌های تغییر در جامعه به راه‌های فوق‌العاده محدود و گاه مخربی ختم میشه. متشکرم.